توی فیلم قبلی در مورد قضایای نامساوی در مثلث با هم دیگه صحبت کردیم. سه قضیه گفتیم، با عکساشون اثباتشون کردیم که 6 تا اثبات شد. گفتیم اثباتا رو باید بلد بشی توی امتحان نهایی، خیلی احتمالش از این سوال بیاد. اما توی این فیلم می‌خوام درباره مسائل نامساوی در مثلث صحبت کنیم. یعنی یک سری مسائل های اثبات کنیده، یک سری مسائل مثلا حل کردنیه که میاد میگه اینا رو با استفاده از اون قضیه هایی که حالا یاد گرفتی اینا رو حلش کن. قبل از اینکه شروع کنم می‌خوام یه نکته بگم. اگر در سوالی چه تو فرضت چه تو حکمت علامت نامساوی دیدی، حتما باید از قضیه نامساوی در مثلث استفاده کنی. حتما باید از قضیه نامساوی در مثلث استفاده کنی. من سه قضیه مهم داشتم: قضیه زاویه برتر، قضیه همار با لولا، حالا عکساشون هم که هستن دیگه. در از سه قضیه مهم دارم. اینکه چجوری از کدوم استفاده کنم خیلی مهمه. اگه در سوالی تونستی دو قیچی پیدا کنی با تیغه های برابر، یعنی تونستی دو تا مثلث پیدا کنی که دو ضلع از این با دو ضلع از اون برابر بود، حتما از قضیه لولا استفاده کن. حتما از قضیه لولا. اگر در سوالی نتونستی دو تا تیغه پیدا کنی و تونستی اثبات کنی که یه زاویه دیگه بزرگتره یا یه ضلع دیگه بزرگتره، از قضیه زاویه برتر استفاده کن. اما اگه در سوالی هیچ چیزی در مورد برابری دو زاویه یا بزرگتر بودن دو زاویه، یه زاویه دیگه یا بزرگ بودن یه ضلع دیگه یا نه اصلا قیچی نتونستی پیدا کنی، هیچ کدوم اینا بهت کمک نمیکنه، قطعا قضیه همار به تو کمک میکنه. تمام چیزایی که گفتم میخوام رو مثالا با هم دیگه ببینیم. بریم سال اول. ثابت کنیم مجموع فواصل هر نقطه دلخواه از سه رأس یک مثلث هموار از نصف محیط آن بزرگتر است. ببین چی میگه. میگه توی مثلث ثابت کن اگه نقطه دلخواهی مثل او وجود داشته باشه، فاصله شو تا سه تا رأس به دست بیارن، یعنی به سه رأس جمع اینا از نصف محیط کوچکتره، از نصف بزرگتره. یعنی AO BO و OC از نصف محیط مثلث بزرگتر. ببینید بچه ها، شما رفتی سر جلسه امتحان، علامت نامساوی توی حکمت میبینید، پس یکی از اون سه قضیه قرار رو کمکت کنه: لولا، همار یا قضیه زاویه برتر. آیا تو میتونی دو تا قیچی با تیغه های برابر پیدا کنی؟ نمیتونی دو تا مثلث پیدا کنی که دو ضلعش نظیر به نظیر برابر باشن؟ نه، چون اصلا صحبت برابری دو ضلع نشده. آیا میتونی مثلا ثابت کنی یه زاویه دیگه بزرگتره، یا مثلا بیا ثابت کنی که مثلا چه دو تا زاویه با هم برابرن؟ نه، اینم نمیتونی. اگه بخوای بکنی به دردت نخواهد خورد. پس من اینجا میام از همار استفاده میکنم. سه مثلث دارم، میبینم سه تا همار مینویسم. خب شروع کنیم. اول تو مثلث AOB یه همار مینویسم، میگم چی؟ AB کوچکتر از جمع اون دوتاست، هر ضلعی از جمع دوتای دیگه کوچکتره، پس AB از AO به علاوه OB کوچکتره. حالا تو مثلث AOC که سبزش کردم که میشه AC کوچکتر از AO به علاوه OC. اما بعدیش توی مثلث BOC ببینیم، میگیم BC کوچکتر از BO به علاوه OC. پس من سه تا همار تو سه مثلث نوشتم. حالا صحبت در مورد محیطه. محیط چی میشه؟ جمع ضلع‌ها. پس من باید یه جور سرکله جمع ضلع‌ها رو پیدا کنم. به رابطه هایی که نوشتم نگاه میکنم، همه رو جمع میکنم. چرا؟ چون وقتی اینا جمع بشن میشه آب آسه بسه، همون محیط من میشه. اینم که میشه دوتا آو، دوتا بی او، دوتا اوسی. حالا من به جای آب و آس این رابطه که دارم، به جای آب بل و آس بل و بس محیط می‌نویسم، چون همون محیط دیگه. پس محیط کوچکتر از دو عمرم فاکتور میگیرم، حالا طرف اینو به دو تقسیم میکنم، آو بل و بی او بل و اوسی میشه چی؟ بزرگتر از نصف محیط. پس بعد دونه اینو به راحتی ثابت کنم. ببین مراحل کاری من چی بود. من دیدم نامساوی دارم، گفتم یکی از اون سه تا قضیه است. دو تا قیچی با تیغای برابر نتونستم پیدا کنم. ممکنه همین الان بگه من نمیفهمم یعنی چه دو تا قیچی با تیغای برابر. ببین تو مثال‌های میرسیم جلو تا که داریم دو تا قیچی، اونجا قشنگ متوجه میشی. بعضی موقع دو تا قیچی به دردت نمیخوره، میره سراغ قضیه زاویه برتر. میگم اگه یه ضلع یه ضلع بزرگتر باشه، یه زاویه یه زاویه بزرگتره. خب اینم به درد من نخورد تو این سوال. پس از همار کمک گرفتم، سه مثلث داشتم، سه همار نوشتم، جمع کردم و حکمم ثابت شد. بعدی رو ببینیم. سه پاره خط با طول‌های 6x، x به علاوه 7، 4x منهای 4 محفوظ است. اگر مجموع طول این سه پاره خط 36 باشد، آیا این پاره خط میتواند اضلاع یک مثلث باشد؟ میگه من سه تا پاره خط دارم، طولاشون 6x، x به علاوه 7 و 4x منهای 4. اینا رو ABC میگیرم، A رو میگیرم 6x، B رو میگیرم x به علاوه 7، C رو میگیرم 4x منهای 4. انگار مثلثی که سه ضلعش ABC. آیا میگه میتونی اینا اصلا سه ضلع مثلث باشن؟ قبلش گفته مجموع اینها برابر با 36. خب بعد جمع A B و C بعد بشه 36. پس 6x به علاوه x به علاوه 7 به علاوه 4x منهای 4 36. از اینجا x هم به دست میاد 3.
خب اگه x به دست بیاد 3، 3 رو جایگذاری میکنم توی اینا. خب اگه 3 رو جایگذاری کنم a میشه 18، b میشه 10، c میشه چند؟ 8. حالا من 3 عدد دارم، 18، 10، 8. میگه آیا با اینا میتونی مثلث تشکیل بدی؟ حواستو جمع کن. حالا ممکنه تو آزمونای آزمایشی سوال اینجوری بیاد، 3 تا عدد بده بگه آیا با اینا میشه مثلث تشکیل بدی؟ مثل چیزی که الان اینجا به دست آوردیم. ما توی هندسه دو پیشرفته فقط در مورد مسائل تست صحبت می‌کنیم. اینجا فقط در مورد مسائل تشریحیه. اگر بخواد تشکیل یک مثلث بده، باید هر ضلع از جمع اون دو تا دیگه کوچکتر باشه. یعنی سه تاشو بعد سه بار یه رابطه رو چک کنم. یعنی بگم 18 جمع اینا کوچکتر، 10 جمع اینا کوچکتر، 8 جمع اینا کوچکتر. یا اینکه نه، یکی از اینا رو به دل بخوای انتخاب بکنی، یکی از اینا رو. میگه مثلا چه میدونم 8 بعد از جمع اینا کوچکتر، تفاضلشون بزرگتر. یهودم یکیش، یعنی اینو اثبات کنی. خب من میام این چیکار میکنم؟ یکی از اینا رو، این رابطه رو مینیسم، همار نوع دو رو مینیسم، اسمش گذاشتم همار نوع دوم. یعنی یه ضلع جمع دو تا کوچکتر، تفاضل بزرگتر باشه، بسته. پس من میام میگم که اگه 18 کوچکتر از 10 به علاوه 18 و بزرگتر از 10 منها 18 باشه، حله. یعنی 18 باید تو این بازه باشه. که الان یه نگاه میندازم این تو این بازه هست یا نیست؟ نیستش. چرا نیستش؟ به خاطر اینکه 18 کوچکتر از 18 نیست. این رابطه غلطه، برقرار نیست، پس مثلثی وجود نداره که اونا چی باشن؟ اضلاعش باشن. سوال بعدی رو ببینیم. نقطه دی را به دل بخوا در درون مثلث پی آکا انتخاب میکنیم. ثابت کنید زاویه پی دی کا از زاویه پی آکا بزرگتر است. شکلم نداده، خودمون شکل میکشیم. نگاه کن، یک مثلثی داشتیم، میگه نقطه دی را درونش انتخاب بکن. خب درون مثلث پی آکا انتخاب میگه ثابت کن زاویه پی دی کا، یعنی من باید پی رو به دی وصل کنم، به کا هم وصل کنم، یعنی پی دی کا، پی رو به دی، دی رو به کا. میگه ثابت کن این زاویه از این زاویه بزرگتره. خب پس فرض اینه که آ پی کا مثلثه. میگه ثابت کن پی دی کا بزرگتر از پی آ کا. ببینیم چه شکلی این اثبات میکنیم. من میام همیشه یه جور سر کله زاویه خارجی رو پیدا میکنم. من میام پی دی رو امتداد میدم تا آ کا رو تو نقطه ان قطع کنه. یه نامگذاری هم میکنیم N1 و D1 و D2. حالا یه نگاه بنداز بچه ها توی این مثلث، نگاه کنی، میگم D2 زاویه خارجی اینه، D2 همون PDK منه، D2 زاویه خارجی این مثلثه. پس میشه N1 به علاوه K1 جمع دو زاویه داخلی غیر مجاور. پس D2 از N1 بزرگتره. حالا خود N1 زاویه خارجی اون مثلث زرده است، N1 زاویه خارجی اینه، یعنی N1 میشه P1 به علاوه A. پس در واقع میتونم بگم N1 از A بزرگتره. خب بچه ها D2 از N1 بزرگتره، N1 از A بزرگتره، پس D2 از A بزرگتره. یعنی چی؟ D2 رو بخوام اسمش کامل بگم، D2 همون PDKه، A چیه؟ PAKه. یعنی من ثابت کردم PDK بزرگتر از PAKه. به همین راحتی دو تا زاویه خارجی نوشتم، به راحتی ثابت شد. دارین در مورد مسائل نامساوی در مثلث صحبت می‌کنیم. تمرین کتاب درسیتون یا توی امتحان نهایی بودن، سوالای مهمو داریم با هم دیگه حل می‌کنیم.